بسم الله الرحمن الرحیم. ای آرزوی جانم از ما سلام باده. دوستان آلای سلام، ایشالله حال احوالتون خوب باشه و تنور دلتون گرم باشه. بچه تو این قسمت، در آخرین قسمت از مجموعه دنباله های حسابی و هندسی، مسائل جالبی رو برای شما عزیزان حل میکنیم. با ما همراه باشید. سوال شماره 1. بچه رسیدیم به حل تست های سال 98. گفته مجموع 30 عدد طبیعی فرد متوالی با کوچکترین عدد 51 کدومه؟ خب آقا 51 میشه شروع قضیه. فرد برین جلو. خب 51 53 55 برو جلو. حالا 30 تا شو باید حساب کنیم دیگه. یعنی آقا از اینجا تا اینجایی که من میخوام حساب کنم تعداد جملات من 30 تا هست. برو اینا رو جمع کن. طرف که نمیتونه بنویسه بره با هم جمع کنه، بعد تشخیص بده چه دنباله ایه. خب بچه چند تا چند تا داره میره جلو، میگه آقا دوتا دوتا داره میره جلو دیگه. پس دی من 2، پس 1. دنباله چیه عزیزان؟ حسابی. فرمول مجموع چی بود؟ اس ان مساوی است با ان دوم. خب یکیش بود آ یک به علاوه آ ان هنگامی که جمله اول و آخر داشته باشیم. یکی دیگه همون چی بود؟ SN N دوم 2A1 به علاوه N منهای 1 ضرب در دی. اگر به جای آن بنویسیم A1 به علاوه N منهای 1 دی بندازیم، این تو این یکی ایجاد میشه. هنگامی که جمله اول و جمله آخر معلوم باشه از این با هم جمع میکنه. اگر جمله اول و این یکی قدر نسبت معلوم باشه از این میریم. خب آقا نگاه کن، الان این جمله اولش هست، آخرش معلوم نیست، پس از این میریم. چند جمله؟ 30 جمله. اس سی مساوی است با 30 دوم، دو برابر جمله اول، پس میشه 2 تا 51 به علاوه ان منهای 1، یعنی 30 منهای 1 ضرب در دی. دی چنده؟ ضرب در 2. حساب کتاب کن. خب آقا 30 منهای 1 میشه 29. 29 ضرب در 2 میشه چقدر بچه‌ها؟ میشه 58. بله 2 تا هم 51 میشه 102. خب اینا رو با هم جمع کن میشه 160. 30 هم به 2 که میشه 15. اینم تو این ضرب کن میشه 2400. تمام شد، رفت پی کاش. خیلی شیک و مجلسی و گلابی حلش کردیم. مجموع 30 عدد طبیعی فرد متوالی با شروع از 51، فرمول اس ان، دنباله حسابی، محاسبه و به دست آوردن جواب. خیلی خوب، بریم بعدی. دومی چی گفته بود سر سری 98؟ گفته بین اعداد 4 و 972. 4 و 972. 4 عدد صحیح متوالی. 1 2 3 4. چه جملات دنباله هندسی باشه شروع به از 4 به 972 خط بشه، مجموع این 6 تا عدد. خب بچه این قراره یک دنباله چی بشه؟ هندسی بشه. من بدونم چند تا چند تا میره جلو یا داره ضرب داره چه عددی میشه میره جلو، قضیه حله. خب بچه من هنگامی داشتم به شما درس میدادم کیو رو، گفتم بچه کیو سه حالت داره: متوالی، غیر متوالی، درج. متوالی، غیر متوالی باشه جملات من و درج ام جمله. خب بچه نگاه کنید، دقیقا 4 تا جمله اینجا قرار دادیم. فرمولش چی بود؟ میگفتیم اگه اسم اینو بذاریم جمله اول آ، اسم اینو بذاریم جمله آخر بی، و توی اینجا بینشون ام تا عدد درج کنیم، کیوشون از این رابطه به دست میاد. کیو مساوی است با بی آم به توان ام به علاوه یک. خب 1 2 3 4 تا جمله قرار دادم، پس نتیجه گیری کیو به توان 5 مساوی است این بین 972 رو باید تقسیم برای چند کنم بچه ها؟ 4 کنم. خب پس کیوب اینجا شو بچه دیگه داشته باشید، کیوب به توان 5 مساوی است با،
خب اگه من اینو تقسیم بر این کنم میشه 2 4 3 میشه 243. از طرفی من میدونم یه عددی هست که اگر به توان 5 برسه میشه 2 4 3. نگاه کنید، 3 به توان 0 یادآوری 1، 3 به توان 1 بچه یادتون این رو گفتم حفظ کنید، 3 به توان 2 9، 3 به توان 3 27، 3 به توان 4 81، 3 به توان 5 میشه 3 و اینم 24. 2 4 3. پس آقای امینی منظور دینه که به جای این بنویس 3 به توان 5، 5ش که با 5ش میره پس کیو من در میاد 3. یعنی چی؟ یعنی اینو باید ضرب در 3 بشن برن جلو. بیا اینجا آقا ضرب در 3 کن، 3 4 تا 12 تا، ضرب در 3 کن میشه چند تا؟ 36 تا. ضرب در 3 کن، 3 6 تا 18، 1ش بالا 9 10. ضرب در 3 کن، خب اینجا که میشه 300 تا، 3 8 تا 24 تا میشه 324 تا. خب حالا بیا گفته مجموع این 6 عدد کدام است، یعنی اینو 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 با هم چیکار کن؟ جمع کن. خب اگر من بخوام همه اینا رو با هم دیگه جمع کنم، دونه دونه شروع میکنم جمع کردنش و به عدد 14 56 میرسه. مجموع این 6 عدد جمع کن به جواب میرسی دیگه، حالا اون جمع و تفریقش. خب نگاه کنید بچه ها، محمد جان از شماره 1 و 2 رو با هم دیگه به بچه ها نشون بده، من کلا یه ذره بر عقب. خب نگاه کنید بچه ها، سراسری 98 یعنی اولین آزمون کنکور نظام جدید انسانی، حسابی و هندسی رو داده بود، مربع مثلث فیبوناچی شو که حل کرده بود. نگاه کنید بچه ها، یه فرمول SN، یه دونه هم فرمول Q. حالا دیگه جمع کردن اینا دیگه ربطی به فرمول SN نداره، باید همینطور جمع کنیم دیگه. این نکات رو برای ما مطرح کرده بودن. ما تو جلسات گذشته انواع تیپ تست های دنباله حسابی و هندسی رو برای شما حل کردیم که اینا اصلا با جلوش گلابیه، عددی نیست. قشنگ اونا رو نگاه کنید، اون وقت تستای 98 رو رنده میکنی میری پی کارش. با ما همراه باش. سوال شماره 3، بیان مسئله. شما تو خیلی از تستا دیدی تو از اونهای کشوری که یک مسئله برای شما بیان میکنن. خب این مسائلی که برای ما بیان میکنن و باید تشخیص بدیم حسابی یا هندسی داستانش از چه قراره. نگاه کن آقا، گفته به علت تورم بر قیمت کالای به صورت یک نواخت هر سال 10% افزوده میشود. خب در سال پنجم قیمت این کالا چند برابر قیمت سال اول است؟ ببین بچه ها، به قیمت کالایی بر اساس تورم درصدی اضافه و کم بشه، اینا مدلشون هندسیه، تو ذهنت داشته باش. پس فرمول هندسی چی میشه؟ میشه AN مساوی A1 ضرب در Q به توان N منهای. حالا بعضی معلوم با R نشون. خب اینو تو ذهنت داشته باش. این کیوش هم یه رابطه کوچولو داره. ببین اون درصد رو ناکو میگی 10%. بچه 10% رو چجوری میتونم حساب کنم؟ یا آقا 10% یعنی 10% یعنی 1/10. این کیو رو حواست باشه مدلش اینه. ببین 1 به علاوه اون درصد، 1 منهای اون درصد، اینو تو ذهنت داشته باشه. اگر افسوده شود، اگر کاهش پیدا کنه داستان داره. خب اینجا داره اضافه میشه دیگه. ببین آن شما قیمت اولیه‌اش چقدر بوده؟ نگفته، میگیم A1 ضرب در. خب بچه کیوش چقدره؟ کیوش میگیم آقا گفته 10% میشه 1/10، پس اینجا 1/10 رو بنداز، افزوده می شود میشه 1.1، 1.1 بعد از 5 سال، پس اینم میشه 5، اینم میشه 5 منهای 1/4. تموم شد. این رابطه رو نوشت، خیلی گلابی. حالا در سال پنجم قیمت این کالا چند برابر قیمت سال اول است؟ یعنی آقا تقسیم بر A1 کن، تقسیم بر A1 کن، تقسیم بر A1 کن. A1 با A1 ساده میشه، میشه 1 ممیز 1 به توان 4. میتونی ممیزا رو به خیال بشی؟
بعدن 4 رقم ممیز بکشی بیاری عقب. 11 ضرب در 11 میشه 121، اونم 121، 121 ضرب در 121 میشه 14641. چه 4 رقم هم بیاریش عقب، پس این جواب من خواهد بود. حله؟ گرفتی چی شد؟ یه بار دیگه. داستان تورم ها، افزایش قیمت، کاهش قیمت بر حسب درصد تو ذهن داشته باش هندس. رابطش رو بنویس. مطلب کیوشه؟ یک به علاوه اون درصد، یک منهای اون درصد، رشد، کاهش. اینجا گفته 10% افزوده میشه. خب 10% رو بذار، 10% ساده کن، 1/10، 1 و 1/10. گفته سال پنجم، 5 منهای 1/4، محاسبه و جواب. بعدی رو نکن. مدیر یک کارگاه به یک کارگر پیشنهاد کرده دستمزد روز اول او 1000 تومان باشه و تا پایان هر هفته هر روز 20% به دستمزد روز قبل وی اضافه کند. دستمزد این کارگر در پایان روز پنجم. دوباره رابطه چی بود بچه؟ آن مساوی است با آ1 کیو ان منهای 1. خب روز پنجم، پس A5 مساوی است با A1. روز اول چقدر بهش پول داده؟ 1000 تومن. خب این کیوه داستانش اینطوری بود دیگه، یک به علاوه بسته یا منهای یک بسته. خب بچه ها چند درصد؟ 20%. 20% پس میشه 2/10. بذار اینجا، پس میشه 1 و 2/10. داره افزایش پیدا میکنه دیگه. خب روز پنجم، پس اینجا میشه چقدر؟ 4. بچه ما باید اینو چیکار کنیم؟ بنویسیم 12 به توان 4، 4 رقم رو حساب کنیم، ضرب در 1000 کنیم و به عدد 20.73.6 میرسیم. من محاسباتش رو دیگه اینجا شروع نمیکنم به انجام دادن، شما خودتون توی منزل انجام بدید. بعدی رو نکنیم. بعدی گفته در اثر استهلاک ارزش کالای آ در هر سال 1000 تومان کم میشه. خب 1000 تومن داره کم میشه، خودت میفهمی دیگه. پس یک رنج 1000 تومن ثابت مدل دنباله و ارزش کالای بی در هر سال نسبت به قبل 10% کم میشه. 10% درصدها مدل دنباله. ارزش سالانه کالای آ تشکیل دنباله حسابی 1000 تومنه، 10% مدل دنباله هندسی. تمام. ببینید این مسائل رو من دیدم بچه‌ها خیلی توش گیر میکنن، دنبال روابط عجیب و غریب میگردن. آقا یه نکته بهت گفتیم خیلی شیک و مجلسی، داریم برای شما چیکار میکنیم؟ جمع جورش میکنیم. اینم از این مسئله. بریم سراغ تیپ تست های بعدی. سوال شماره 6 گفته ارزش سال اولیه خودروی 100 میلیونه، اگر هزینه استهلاک این خودرو در سال دوم 20% و در سالهای بعد 10% ارزش سال پیش آن باشد، ارزش خودرو در سال چهارم چند میلیون است؟ خب ببین یه خودرو ما داریم، شما فکر کن مثلا یه شاید پراید الان 100 میلیون نیست، ولی شاید تا چند سال دیگه 100 میلیون هم بشه. الان A1 100 میلیون، من با میم میذارم بگی اوکی. A2 من 20% اولی باشه دیگه. بچه نها کنین، ما یه نکته بهشون گفتیم، گفتیم آقا استهلاک یعنی داره کم میشه دیگه، نه یک منهای 20%، 20% میشه 2/10، یک منهای 2/10 میشه 8/10. خب این 100 میلیونه که بوده، یعنی A1 ضرب در 8/10 میشه دیگه اوکی. میشه چقدر؟ میشه 80 میلیون. سال سوم داستان فرق میکنه. چرا؟ میگه در سالهای بعد 10% ارزش سال پیشش میباشه. خب آقا من قیمتم الان 80 تومنه، یعنی من قیمتم کم شده دیگه، قیمت صفری که نمیتونم بفروشمش. الان قیمت ماشین من 80 تومنه. حالا میگه 10% کم بشه. خب این 10% میشه 10% میشه 1/10، 1 منهای 1/10 9/10. اینجا ضرب داریم میشه 9 8 هم که میشه 72 میلیون.
سال چهارم سال بعدشه دیگه نه؟ در سال چهارم چند میلیونه؟ خب خود روی من 72 میلیون قیمتش زب داره. خب بچه زب داره چی باید بشه؟ اون 10% که داره کم میشه 1 منهای 10 به 100 توضیح دادیم میشه 9 دهم. حالا باید زب داره چی بشه؟ 9 دهمه بشه. خب جواب میشه 64.8. 64,800,000 تومان گرفتی چی شد؟ ببین یه خودرو گرفتی سال به سال داره ارزشش کم میشه دیگه، اضافه که نمیشه. ماشینی خریدی 100 میلیون، یک صفر اکارخونه گرفتی 100 تومن پول دادی. اگر هزینه استهلاک این خودرو در سال دوم 20% بشه، یعنی 20% کم بشه، تکنیک اون که بچه ها مشخص بود دیگه، گفتیم این کیومون یا آرمون داستان بود 1 مثبت منفیه این بسته که داشتیم، استهلاک منفیه. خب یه دفعه چی داشتیم؟ 20% داشتیم، یعنی یه دفعه 2 دهم داشتیم، 1 منهای 2 دهم شد 8 دهم. یه دفعه 10% داشتیم، یعنی 1 دهم میشه 9 دهم. اوکی از این مشخصه، دنباله هندسی هم هست و تمام. بعدی، اگر نیمه عمر یک دارو 2 ساعت باشه و مقدار آن در بدن پس از این نیمه عمر از این رابطه به دست بیاد، پس از گذشت چند ساعت مقدار دارو در بدن به 25 میلی گرم میرسه. فرمول اینه دیگه، نگاه کن فرمولی که به من داده، آن مساویه چی؟ 200 ضرب 1/2 به توان ان. خب گفته از این رابطه باید به دست بیاد پس از گذشت چند ساعت. خب بچه این N نیمه عمر منه دیگه، N نیمه عمره. خب من اول این رو به دست بیارم، مساوی 25 بذارم، خب اینو تقسیم بر 200 کنم، اینم تقسیم بر 200 کنم، این که ساده میشه، اینم که ساده میشه، میشه 1/8. پس 1/2 به توان N میشه 1/8. بچه ها 1/8 هم یعنی 1/2 به توان 3، بزن بره N شما میشه 3. پس باید 3 تا نیمه عمر بگذره. خب نیمه عمر چند ساعته؟ 2 ساعته، میشه 3 ضرب 2 میشه 6 ساعت. نگاه کن اوکی. نیمه عمر یعنی چی؟ ببینید شما یه عطری اتکلونی رو بگیری درش رو باز بذاری، این ازش میپره، ازش کم میشه، کاهش پیدا میکنه. اینو بعد از گذشت یک تی یا یک زمانی به نیمه خودش میرسه، یعنی اگه 100% باشه میشه 50%، 50% میشه 25%، 25% میشه 12.5 الی آخر. اوکی این مراحل میگن نیمه عمر، نصف 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 میره جلو. بعدی سوال جالبیه، نگاه کنید بچه‌ها، گفتم مطابق شکل در مرحله اول یه مثلث متساوی الاضلاع به ضلع 1 داشتیم، پس اینجا ضلعش بوده چقدر بچه‌ها؟ 1 بوده. بعدش نصف میشه، از نصفش میکشیم، پس اینجا میشه 1/2. بعدش دوباره نصف میشه، میشه 1/4 الی آخر تا مراحل بعدی که حالا ما نقطه چین باید به شما نشون بدیم. گفته مجموع محیط این مثلث در مرحله 7. ببین بیا اینجا برای خودمون یه جدولی بکشیم، تو این جدولی چیزایی رو برای خودمون به دست بیاریم. اینجا مرحله، مرحله اول، مرحله دوم، مرحله سوم، مرحله انوم. چه اینو باید بفهمید که تو مرحله انوم قانونش چیه؟ بعد حالا ممکنه هفتمو بخواد، دهمو بخواد، بیستمو بخواد، حساب میکنه. اینجا مینویسم زل، اینجا مینویسم مجموع محیط، اینجا مینویسم محیط. این شکلو دیگه. بچه ها تو مرحله اول زل من 1. نکن 1 1 و 1. پس محیط من میشه دور تا دور این دیگه، میشه 3. تو مرحله دوم ضلع من میشه 1/2، نصف میشه اینجا، اینجا و اینجا. قرار شده که نها کنی بچه ها نصف بشه تو هر مرحله، تقریبا نیمه عمریه دیگه نه؟ تو مایه های همین مثال های نیمه عمریه، ضلع داره نصف میشه. خب اینجا میشه 1/2، 1/2، 1/2 میشه 3 تا 1/2 دیگه، میشه 3 تا 1/2، یا در واقع داره میشه 3/2. تو مرحله سوم
خب دوباره من اینجا یک دوم داشتم دیگه، حالا داره نصف میشه، میشه یک دوم به توان دو یا همون یک چهارم. خب اینجا هم میشه سه تا یک چهارم، یا به قول معروف میشه سه چهارم. من چون مرحله انامش اتفاقی میفته، نگاه کن یک دومه رو داره میبینی دیگه، پس میشه یک دوم به توان ان منهای یک. چرا ان منهای یک؟ خب شما تو مرحله اول یک بذار میشه یک منهای یک صفر، هر عددی به توان صفر میشه یک. تو مرحله دوم دو بذار، دوی منهای یک میشه یک، میشه یک دوم. این هم چی توش میبینی دیگه؟ سه یک دوم الاخر، پس این هم میشه سه تا یک دوم به توان ان منهای یک. انتخاب کنید ان بذارید یک، اینجا که میشه صفر میشه هر عددی به توان صفر یک، یک سه تا سه تا. بعدی رو بذارید دو، دوی منهای یک میشه یک، یک دوم میشه سه دوم. بذارید سه میشه یک چهارم، میشه سه چهارم الاخر. بله این فرمول ما به دست اومد. حالا چی رو میخواد؟ مجموع محیط مثلث‌های رصد شده تا مرحله هفتم. یعنی اینا رو آقای امینی برو حساب کن تا مرحله هفتم، بعد همه رو با هم جمع کن. میتونم برم همینطوری ادامه بدم تا مرحله هفتم با هم جمع کنم، یا اف فرمول چی بریم؟ بچا هندسی دیگه، اف فرمول اس ام بریم. اس ام فرمولش چی بود؟ آ یک یک منهای کیو به توان ان یک منهای کیو. خب بچا کیو ما یک دوم دیگه، مشخصه که داره ضرب در یک دوم، یک دوم میشه میره جلو. آ یک من چیه؟ سه هستش. پس نگاه کن میشه سه ضرب داره. من بچا میبینم بچا اینجا رو قشنگ مشخصه سه ضرب داره. یک منهای یک دوم، اینجا هم میشه یک منهای یک دوم. خب چندم گفته؟ هفتم. پس اینجا من باید هفت بذارم دیگه بچه ها. هفت اینجا هم میشه هفت. خب بچه ها یک دوم اگر من به توان هفت برسونم میشه یک به روی 128. میبینید مخرج مشترک من با اینا بگیرم چه اتفاقی میفته؟ میشه سه ضرب داره. یک منهای یک دوم که میشه یک دوم، این هم میشه 128 منهای یک میشه 127 به روی 128. خب من میتونم این دو رو با این 128 ساده کنم، میشه 64. سرم تو این ضرب کنم، پس مخرج من میشه 64. سرم تو 127 ضرب کنم میشه خب 500 و میشه 3721. یکیش اینجا، دوش این بالا، دو سه تا 6 و 2 میشه 8، اینم میشه 3، میشه 381. بله میشه 381 به روی 64. بله گزینه چند بچه ها؟ 1. اینم یه سوال دیگه، یه تیپ تست دیگه که ایجاد شده بود. خیلی خوب محمد جان، بی زحمت از ابتدا بگیم ما یه توضیحاتی به بچه ها بدیم و دوباره با هم مطلب رو مرور کنیم. ببین سوال شماره 6 یک مسئله بیان کرده که این مسئله تکنیک داشت، ما تکنیکشو به شما یاد دادیم، دنباله هندسی یک منهای مثبت و منفی اون درس هست که حالا مثالش حل کرد. توی بعدی داستان نیمه عمر رو مطرح کرده. ببین بچه نیمه عمر تو نظام قدیمی که روابط دیگه ای داشت که حذف شده، به صورت یک فرمولی در مورد دنباله هندسی دوره مطرح کرده که این هم برای شما حل کرده. شکل بعدی، شکلی که اضلاع ما دارن نصف میشن و ما باید یک رابطه بین ضلع و محیط به دست بیاریم و باز هم بیان مسئله به زبان دنباله هندسی، این بار فرمول SN رو مطرح کردیم. خیلی خوب دوستان عزیز انسانی، این هم از دنباله ها. انشاءالله که مطلب رو خیلی خوب و درجه 1 یاد گرفته باشید. خیلی ممنونم که با ما همراه بودید.